آغاز تداوی رایگان بیماران چشم از سوی بنیاد خیریه البصر در شهر کابل. مریضان از این برنامه استقبال کرده و خواستار افزایش همچون برنامه ها شدند. به اساس یک خبر پشواک چند روز قبل مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی گفته بود قرار است که هزاران مریض چشم در ولایت های کابل و هرات به حمایت مالی بنیاد ملک سلمان از سوی دکتران بنیاد یاد شده با تجهیزات پیشرفته به طور رایگان تداوی شوند. مولوی عبداللطیف ثابت سکرتر جنرال عملیاتی جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت در مراسم افتتاحی این برنامه گفت که این برنامه از حمایت مالی بنیاد ملک سلمان توسط دکتران بنیاد خیریه البصر تطبیق می گردد. موصوف از بنیاد متذکره سپاسگزاری کرده گفت که در قسمت مبارزه با نابینایی برنامه بسیار مفید و مؤثر می باشد. په خپل نوبت سره د ملک سلمان خیریه بنسټ سپتی رکی منګ سره په طبي او غیر طبي پیښو کې په مختلفو مجالاتو کې منګ سره لاس را کړه د افغاني سری میاشتې له طریقې له خلکو سره همکارۍ نه کړي د هغې هم تینه مننه کوو. نن سې دا کومه پروژه سې نن پیلېږي او د هغې د تطبیق لپاره لار هواریږي. دا د همدغسې یو ټولنیز مصلحت د تقویت لپاره نن منګ دلته جلسه نیولې تر څو د مسلمانانو په خدمت کې واقع وي او هغه ستونزې چې مسلمان رونه د سترګو نه هیله لري په دې برخه کې له هغوی سره همکاري وسي. در همین حال فخرالدین مسئول بنیاد خیریه البصر در این نشست گفت نارمالی اور کیمپ ډیز آر 5 ورکینګ ډیز وی استارټډ 2 ډیز بیفور ود اسکرینینګ ود هیلپ اف اور ډاکټر اینڈ دیس ویل کنټینیو اپ ټو 29th. ما برای 5 روز در کابل و برای 5 روز در هرات حدود 10,000 مریض چشم را به طور رایگان معاینه و برایشان دوا و عینک به طور رایگان توزیع و مریضانی که چشمشان پرده داشته باشد به طور رایگان عملیات خواهیم کرد. مریضانی که به این مرکز جهت معاینه مراجعه کردند از این برنامه ستایش کردند. در دفترها زیاد بردم نکرد. پارسال که آوردم از چشمازی خوب شد. این سال باز آمدم، پارسال هم آمده بودم کلیم اونجا. باز من خودم آمدیم شما میتون خیچه پیدا کرده خیلی. من در دکتر رفتم جایی میخوییم اول ترین آمدن اول ترین آمدن ما اینجا است. که ما آمدیم بچه ما آمده که شما زیر دیدیم که جور است. ما آمدیم که از ما و از بیادرزانی من جور است خودم من جور شد. 4 سال شد که در چشم ما گوشت زیاده بر آمدن. دو دو سه چهار روشو که همی چون دکتر چشم همی جا آمده بخاطر چشم خود همی جدیم شبا خانه سرمی هاش آمدیم. قابل تذکر است که این برنامه از تاریخ 10 تا 14 جوزا در کلینیک مرکزی ولایت هرات تطبیق گردد. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.